دوستان و شنوندگان گرامی سلام. با برنامه دیگری از حلقه های مفخوده با رادیو پژواک دوست در خدمت شما هستیم. این روزها در ایام کریسمس و جشنهای سال نو میلادی هستیم. جشنهایی که با شادی و نورافشانی و آرزوی سال خوب برای یکدیگر همراه است. درخت کریسمس به عنوان یکی از مظاهر جشنهای سال نو آراسته به نور و روشنایی است. همین چند شب قبل بسیاری از ما ایرانیان نیز شب یلدا را گرامی داشتیم. بر اساس باورهای ایرانیان باستان، یلدا روز تولد میترا، الهه مهر و روشنایی است. در چنین شب سیاهی که مظهر تاریکی و نابودی مطلق است، نور زاییده و جهان آفریده شد. در بسیاری از آیین‌ها و ادیان دیگر نیز نور به عنوان سمبلی از هدایت، زیبایی، ارتباط بین مخلوق و خالق و حتی جلوه‌ای از پروردگار ما معرفی شده است. امشب در این برنامه همراه می‌شویم با استاد و معلم توحید بدون مرز آقای بروجردی و با این پرسش از ایشان به کنکاش بیشتر در مورد نور و سرچشمه نور می‌پردازیم. با توجه به اینکه وجه مشترک شب یلدا و کریسمس استفاده از نور در بزرگداشت این روزها به مفهوم زایش نور در تاریکی مطلق است. در آیین یهود هم سال نو با عنوان روش هاشانا جشن روشنایی است که با روشن کردن شمع‌ها همراه است. در آیین زرتشت هم نور را سرچشمه زایش می‌دانند که جشن نوروز ما ایرانیان هم با نور همراه است. همچنین در آیین هندویسم نور را از مظاهر خدا می‌دانند و به همین ترتیب در بسیاری از آیین‌های دیگر نور مقدس و با اهمیت است. علم هم در نظریه بیگ بنگ و انفجار بزرگ تایید می‌کند که در خلأ و تاریکی مطلق انفجاری صورت گرفت و جهان پس از انفجار بزرگ که با نور و انرژی همراه بود ایجاد گردید. در این مورد و مفهوم زایش نور در تاریکی صحبت‌های آقای بروجردی را با هم می‌شنویم. سلام. نور احتیاج ماست و ظلمت گریزگاه ما. بشر همیشه به دنبال روشنایی بود. برای همین است که از قدیم الایام خیلی ها از شب میترسیدن، چون فاقد نور بود. در بین اقوام و ملل گذشته نور سمبل شادی و شادمانی و خرسندی بوده. به همین منظور همه ادیان گذشته، مذاهب قبل و آیین‌ها و مکتب‌ها و مسلک‌های مختلف در سراسر جهان در جشنهاشون از نور و آتش و روشنایی بهره می گرفتن. در کریسمس که چراغانی می کنن، سمبل نورانیت عیسی مسیح هست که برای بشریت خاموش کردن آتش ها رو به ارمغان آورد. آتش هایی نه برای روشنایی، نه برای گشایش امور، بلکه جنگ افروزی، فشار و خشونت و ازدیاد ناراحتی برای مردم. این که در نوروز مردم شادی میکنن و از
شمع استفاده می کنند، پای سفره هفت‌سین، سمبل آن است که یک سال آینده زندگیشون روشن باشه. زردشتی ها همینطور، یهودی ها همینطور. در اسلام در اعیاد مختلف چراغانی میکنن. خدا هم خودش رو نور معرفی میکنند، الله و نور السماوات و الارض، که البته اون نور که ذات اقدس با آن تشبیه شده تمثیلی است از یک قطره در برابر اقیانوس. ما به دنبال دنیایی هستیم که سراسر نورانیتش اهلش را خوشبخت کند، از دغدغه ها و دلواپسی ها رها کند. شبهای مردم به نگرانی و ترس و لرز ختم می شود. غالبا زلزله شبها میاد، خطر دزد و خوف حملات و نگرانی از ناامنی غالبا در شبهاست. زیر سایه تاریکی است که خفاشان راحت تردد میکنن. ما دنیایی رو آرزو داریم برای اهلش که در روشنایی مطلق باشد، همه چیز شفاف و زلال و گویا و رسا باشد، برای اهلش ابهامی نباشد، سوالی نباشد، تمام چون و چراها پاسخ داده شود. ظهور به همین معناست، ظهور یعنی ظاهر شدن مجموعه‌ای که انسان به آن احتیاج دارد. الان بشریت فاقد آن کلیدهایی است که به او انگیزه زندگی می‌دهد. اکثریت مردم عالم امروز متحیرن از اینکه فردا رو چجوری آغاز کنن، چنان دست و پاشون در مشکلات بسته شده. اگر نورانیتی که خدا یعنی ذات اقدس وعده داده بود برای بشر در قالب ولقد کرمنا بنی آدم و لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم و فتبارک الله احسن الخالقین به سرانجام میرسید، به بار می نشست، امروز مردم جهان فارغ از نگرانی بودند، به امید آن که دنیای منهای ظلمت رو آغاز کنیم و زندگی کاملا روشن و زیبا و نورانی رو به دست بیاریم. خدا نگهدار. آری، همه ما در جستجوی نور و هدایت هستیم. بیاییم برای یکدیگر نور و روشنایی را آرزو کنیم و رهایی از تاریکی ها و گمراهی ها و ظاهر شدن نور برای جهانیان. آرزوی ما این است که سال آینده برای همگان آکنده از نور و روشنایی باشد. شما می توانید یک شنبه ها، سه شنبه ها و پنج شنبه ها ساعت 22:30 به وقت ایران و 20 به وقت اروپای مرکزی شنونده برنامه حلقه های مفقوده از رادیو پژواک دوست باشید. راه های ارتباطی با ما در وبسایت نهاد مدنی بروجردی به آدرس bcrgroup.us در دسترس می باشد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.